به نام الله یک تو توانا. السلام علیکم خانواده عزیز، بانوهای گرامی، خدا کنه صحتمند باشین و روزای ماه مبارک رمضان به عبادت اطاعت الله پاک سپری بکنه. خوره گرامی، بینیای عزیز برنامه بانو، سلام های ما نثارتان باد. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را و امید است که روزهای پربرکت ماه سیام به اطاعت و عبادت پروردگار بینیاز سپری بکنین. خواهر ما که میخواین به برنامه زنگ بزنن، میتونن امیل از با دایل نمودن شماره تلفن 8656 کمی شماره روی صفحات تلویزیونتون مشاهده میکنین با برنامه خودتان به تماس بیاین. برنامه ما به مدت نیم ساعت به طور زنده به نشر میرسه و یک تماس هم داریم. خواهر بفرمایید. بله هستن خواهر؟ بله سلام. یکم بلند صحبت بکن، نوازتان نمیخواهر. بله سلام، دفعه خوش نه. تشکر، بخیر باشین، بفرمایید. من سویلا هستم از ولایت هرات به تماس شدم. من یک مشکل دارم. مشنایم خوار. من کسی رو دوست داشتم، پسر کاکای پدرم بود. خب. اما من اونا یک بابا خواستگاری هم وادم. پدرم گفت دخترم خورد است، من نمیدونم. من از چند رخمه رو نامزاد کردم. چند ساله هستی؟ من نامزاد کردم. من 18 ساله هستم. خب. بله؟ من باز نامزاد کردم. حال ازدواج کردم، بسیار رنج میبرم. حالا خوش نیستین از نامزادیتون؟ نه، من به کسی دادم که هیچ خوش نیستم. چرا؟ دلیل داره یعنی؟ خب من کسی دیگر دوست داشتم. خالو خو نشد، بخیر خو رفت. حال این شوهرتون چنو مشکل داره؟ هیچ مشکل نداره، من دوست دارم، اما مجبور دوست ندارم. خبیبی که مشکل در خودت از دگنی؟ خود نمیتونم، من این مشکل خودم هست، اما هر کار میکنم نمیشه. خب تشکر از خودت، خدا حافظتان. خدا خب دکتر سب، تایی که بازم تماس می داشته باشیم یک پیام یکی از دوستای ما رو میشنویم. کسی 456 مواصلت کرده. بله. بله دکتر صاحب، مشکل ما با دکتر صاحب این است که همشیری من یک مشکلی داره، همراه یک بچه دوست شده و او بچه میگه که من همراه تو ازدواج میکنم، من میرم فلان خامی مرزی نیست و مزار است، میرم مزار هم رو مشوره میکنم بعدا یا همراه تو ازدواج میکنم. هر قدر که ما به هم شریف میگه این کار نکو، او تو فریب میده، میگه نه خیلی او من فریب نمیده، من دوست داره و چند بار از او پول طلب کرده که برای من پول بدی، به همشیری من گفته به من پول بدی که ما کرای اتاق ما آمده کرای اتاق رو میپردازم، ولی این همه گپ های گفته خودی تو ازدواج، گفته خودی من ازدواج میکنی، گفته حتما هم رو تو ازدواج میکنی. یعنی دنیا سرچپه شده نیست؟ بله بله، کرای اتاق شام دختر باید داشت، دختر باید داشت. میگن موضوع هست که یک چیز همه چیز در مغز تحلیل و تجزیه میشه و بعد از اون که مغز تایید میکنه، باز او به با یک باور تبدیل میشه. مثلا اونا رو بسیاری کسا مثلا میگه که برش میگم که امی بچه تو رو فریب میده، ولی بازم قبول نمیکنه، نمیگه من رو دوست داره. به خاطر که عشق در دخترها با چون اونا همیشه از یک زاویه میبینن، فقط اگر یک کس برشون پیشنهاد عروسی را میکنه یا ای که دوستی را میکنه، همو چیزی که همو فایلی که در مغزش باز میشه فقط تشکیل زندگی خانواده است. بله. ولی جان مقابل با چونی نیست. بسیار بس از فریب از جور جنجال های دیگه هست و ولی اونا وقتی که ای به حقیقت تبدیل میشه، بالاخره باز هر حرف که بزنی باز او جان مقابل را نمیپذیره، بالای زمزد خود استوار است تا وقتی که یا خطای یا جانب مقابل نبینه و ببینه که نمی واقعا مرا فریب میده، باز وقت باز همه را میگه که ما اشتباه کرده بودم. ولی در مسائل تشکیل خانواده و یا ای که یک دختر بخواه که یک کس با یک کس تشکیل خانواده بده، باید بسیار زیاد دقیق باشه حرفای خانواده خودم بشنوه. مثلا این دختره گفته ما برش با وجود که خوار خوردش از من فکر میکنم، گفتن که ما برش میگیم ولی بازم قبول نمیکنه، ولی باز خدای نخواسته کدام در یک
جنجال بزرگ نفته که باز خانواده هم امرایش می سوزن. بله واقعا. پدر هم مادر هم گپو نیست که تنها هم یک گپو نو بشنن که من میرم اول اوجه میرم بازی که. اول هم یک پوینتش که چطور یک بچه جرات میکنه که از یک دختر پول طلب کنه. خب پس همی خودش معنا و مفهومش هم میرسونه که اونا روی یک هدف همی دوستی را کردن. همی اگر یک انسان بخواه که خب فرق نمی کنه، پول مهم نیست اگر بتانه که کتی که دیگه کمک بکنه، دختر داشته باشه برای پسر، ولی همیشه خواستن فرق میکنه. خود انسان درک میکنه که یک نفر اینی از روی متوجه یا یک مشکل می داشته باشه که کار کرده، یا ای که ولو که داشته باشه به هیچ عنوان غرور یک مرد اجازه همی کار نمی ده. بس اصلاحی بدان از بچه های هستن که پس این همی کار دارن فرزان جان، که یک دختر یک روز در پیام خود گفته بود که امو پسر گفت من دوست دارم، گفت برای من یک عطر گفت کشید بسیار عطر مقبول بود، گفت یک دختر دیگه برای من تحفه داده و خودشم خودشم تحفه را برای بله. دوست دختر خودشم گفتن گفت فیر اقرار میکنن که من یک دختر دیگه برام داده، گفت ببینین که انت یک حالت هست. پس به خاطر شما حرفایتون رو بگوین، حرفایتون بی اثر نیست برش بفهمانین این مسائلی که من برشان گفتم. من خوب کاش همی حرفای مرا خوارتان هم میشنیدن. بعض اوقات دیگون کس با چشم بسته یک نفر به یک راه نره که چشمایش بسته باشه و بگه نه نمی کار که من کردیم باید نمی کار شده. اگر خوب است یا بعد است مرای خود انتخاب بعد خونم میگن میگن نه ما تصمیم گرفتیم این کار خوب است. در حالی که باز بعض اوقات این مشکل آفرین می باشه، ولی به هر اندازه که همراهشان صحبت شده تغییر میکنن. حرف اثر خود را داره و در جنبش اگر پدر و مادرتان از این گپ خبر نیست، باید مادرتان خود به درجه اول باید از این گپ خبر بسازن که اونها از این موضوع خبر باشن که خدای نخواسته باز یکان تصمیم غلط خود همشیرتان نگیره. بله. خب دوستای عزیز یک تماس داریم، میشنویم کدام دوست ما هستن. بفرمایید. بله خواهر هستین؟ بله. متاسفانه تماس قطع شد و میریم طرف یک پیام دیگه. میشنویم که پیام از کدام دوست ما هستن. بفرمایید. بله سلام دکتر صاحب. ما واجم هستم. از کورتیناو تماس شدیم. دکتر صاحب مشکل ما بسیار زیاد جدی است. خیر است امید مرا که رانمایی خوب کنین. دکتر صاحب 6 سال دارستیم میشه. 5 طفل دارم. دیگه با دوستیم گرفتیم زندگی ما بسیار به خوبی پیش میره. خواهر نظر حساب خوب هستم، خوش هستم بایسته از زندگی خانه هر چیزم خوب است. مگم یکانه مشکلی که دارم بیخی تکلیف و حساب بر من دختر شو روز جرت میزنم دیوانه شدیم. دختر سلزمی 6 سالم و سال اول شوارم کمک خوب بود، عرش و خانه هم یمد دیگه دمی چند سال دیگه شد بیخی شاید دمی 6 سال دمی 6 سال 6 ماه لک شب خانه آمده باشه دیگه هیچ خانه نمیه. صبح وقت میره 2 بجه شب 3 بجه شب خانه میره. دفتر داره از 4 بجه دفتر که ما برایم میره دیگه مره میگه که من رفیقای میرم قطع میزنم قمار میزنم نمیفهم قطع و قمار است یا کدام مسئله زن است. و دیگه چند وقت میشه دکتر از مام زیاد دوری کردم میفهمم یا کدام کار دیگه داره یا جای گیر بانده زن داره. هزار گپ در دلم میگرده. حیران ماندیم دکتر صاحب چی کنم. چند دفعه خانه ریلا کردم رفتم خانه پدرم که در اولادایم باز بس پشت محمد مره میگه بیا این بسر اولادای خود بسوان قسم خورد قرآن خورد که من این کار دیگه نمیکنم تو بیا پس خانه. خانه که آمدم سبا شروش پس همون کار شروع شد. پدرش هم میگم فامیلش هم میگم هر کسی که برش شدن ما میکنم هر کسی برش میگم بفهمان این نشین تو بکنه اولاداش گریان میکنه. زندگیم بیخی خراب است. دمی زیاد رنج میبرم. دیگه تو زندگیم هیچ کدوم مشکل ندارم. این همی کلانترین مشکل هم است که زیاد من رنج میبرم. دکتر صاحب لطفا من اکرانم و این خوب کنی که من چی کنم. شاندمش برش گفتم که من دیگه نمیتونم حوصله ندارم. تا 10-12 شب اولاداش گریان میکنه که بابای ما کجاست. یک شب دروغ بگوتو شد. تلفن برش میکنم. تلفن ما اوکی نمیکنه. من تو جای ما جواب نمیته. زیاد که برش زنگ میزنم. تلفن ما در بلک لیست انداخته که باشه زنگش برم نبیه. ما بی خیران ماندیم دکتر صاحب چی کنم.
خودم تو شک سرش دارم که از ما دوری میکنم، میفهمم که کدام جای دیگه یا زن داره یا که کدام زن گیر آمده. مقصد که مرد دقیقه آدم بوده نمیتونه. باز دیگه دکتر ما شام زیاد تحصیل چند ما میشه ما شما ندیدیم بیخی زیاد دیگه مفلس شده که من چمی چی کار داره. حالا من ببین که من امروش چی کنم دکتر سر، یکان دفعه دلم میشه که بگی دوای موشه یا می زهره بخرم برم کل اولادای من بتو بر خودم هم که زندگی بیغم شام. دیگه هیچ حوصله نمانده دکتر سر، لطفا مرک مشوره خوب بده. سبا سال روز پنج شنبه من منتظر تانستم خرید برم یک مشوره خوب بده که من چی بگویم چی کنم. هر چی کدام هیچه فامیل پدرم هم مره مایت نمیکنن یا در رایم پدرم کلشان خود تیر میرم، من خیلی چی کنم مرک مشوره. خب شما گفتین روز پنجشنبه من منتظر هستم، این روز پنجشنبه پیامشان نشر کردیم. گرچه پیش از شما میگن پیام ها بود، ولی چون شما گفته بودین که منتظر هستیم، فرزان جان قابلیت بر شما داد. خب فرزان جان، یکان وقت یکان مشکل که آدم بشنه، من ایران میمونم که بعض کسا در همین کدام فکر است، یعنی هیچ نوع احساس مسئولیت نمیکنه. فریبکاری کار مشکل نیست، ولی من نمیفهم که امی انسان های فریبکار از امی زندگی خود چی لذت میبرن. کوچکترین یک کار پیدا میشه که انسان مثلا میگه که یک ضرورت میفته که انسان یک دروغ ولو مصلحت آمیز باشه بگه. انسان چقدر ناراحت بار بکنین که بفته آدم ناراحت میبشه که چرا من امی دروغ برای یک خانم گفتم، برای یک کسی گفتم. و مهم چی هست؟ دکتر سیب عزیز، پیش از این که به این خواهر عزیز ما چون منتظر هستن مشوری خوبتان تقدیم بکنین، یک وقفه میگیریم و زود برمیگردیم. وقتتان خوش بانوی عزیز. و دوست ما پیام گذاشته بودن، گفتن که تقریبا 5 سال از ازدواجشان میشه و گفته با دوستی هم ازدواج کردیم و شوهرم گفت فقط سال اولم رای بسیار خوش بود، اما بعد از او بسیار زیاد روابطش هم رای من خراب شد و شبانه خانه نمیامد. وقت خانه هم میامد ساعتای 2 بجه شب و 3 بجه شب وقت برش میفت، میفهم رای دوستایم هستم شب هم میگذرانم. اما گفت من به تشویش عزیزتم که او کدام خانم دیگه را نگرفته باشه، همراه از او زندگی نکنه، به خاطر از یک مشکلات ما روز به روز زیاد میشه و از من دل سرد شده میره. خب واقعا هر چیز شناختنش فردان جان بسیار آسان است، به استثناء انسان. بله. انسان در عین زمان میگه هم شاد است هم مار. بله. که اینا تشویش از ایره داشتن که من نمیفهم که دیگه روسی کرده. اگر در غیر از او روسی در 6 سال میگه 6 ماه میجا هر شب 2 بجه شب 3 بجه شب من نمیفهم کار از اینا چی است و چطور. و مهم اساسی است که کسی که باز عروسی کرد اگر به خاطر خانم خود نه ولی اولادش سخت به او نیاز داره. یک طفل کار میکنه که هر قدر خوشی رو برش بدی، او خوشی که در کنار پدر خود باشه، در کنار مادر خود باشه، به هیچ عنوان با هیچ پولی دنیا خریداری شده نمیتونه. تنها پول، تنها خانه، این گپا نیست. ما پیشترم سر زمین گپ زدم که انسان همیشه در جستجوی آرامش خود است. آرامش یک خانم در همیشه همین است که در کنار شوهرش باشه. و من نمیفهم که چی نوع کار است. وقتی که یک انسان فرزند جان مجرد می باشه، یک بچه مجرد با یک بچه مرد متعهل که عروسی میکنه بسیار فرق میشه. یکی که هر شب و هر شب نشستن و برخواستن و کدی رفیقان نشستن، من نمیفهم که بازی 3 بجه شب چطور تو خانه میبرایه. باز میان این مسئله سوال برانگیز است که بهتر ای است که من فکر نکنم عروسی دیگه شه. خب ای که بعض اوقات یگان گپای در ذهنتان میگرده ای حق هم دارین، ولی به هر صورتش از شما یک تقاضا دارم که اول خود شما گفتین که چندین بار شاندم برش گفتم، ولی مهم ای است که کدام مسائل اینا عنوان میکنن چی گپ هست. های شما را خب قناعت شما را فرام ساخته نتانسته، ولی اگر از شما از یک بزرگ خانواده تان از خصوصا از فامیل خودشان اگر کسی باشه که اینا را برشان بگوین، که اینا را بشنوین و این موضوع را برشان بگوین که اولی که واقعا برای یک زن بسیار مشکل است در خانواده تنها زندگی کردن، که اولاداشم بیچاره همیشه تا میگه تا 12 بشه با مو فکر است که پدرشان چه وقت میگه. یک جفای بزرگ است به حق یک طفل. و
اگر برشان جدی مطرح کردن، شما شاید که بین زن شوهر اگر وقت جدی مطرح نمیشه، وقتی که یک بزرگ بشینه همراهشان بشینه گپ بزنه، خصوصا اگر پدر وکیلتون کسی کس که برشان همین موضوع رو مطرح بکنه، جدی مطرح بکنه، جدی به معنای جنگ نه، ولی این مسئله را که برشان بگویه بفهمانه که اصل مسئله در کجا هست. در غیر از او انسان شناختن هم خب من پیشترم براتون گفتم که بسیار مشکل است که اصل مسئله در کجاست و چرا ات یک کارا رو بعدا از کسای میکنه، متوجه مسئولیت خود نمی باشه، متوجه زی نمی باشه که اولادش به پدر خود نیاز داره. اگر کار باشه خانم خانم رو میپذیره، خود کار داره میگه به خاطر ما زحمت میکشه، ولی من فکر میکنم که هر چیز از خود وقت داره، کار از خود وقت داره، همی وقت دادن به خاطر اولادای خود، به خاطر خانم خود، خانه خانواده، همه چیز از خود باید تحت یک پروگرام باشه که متاسفانه اونا این موضوع رو نفهمیدن و بعض کساها هستن که فقط و فقط هر اون چیزی که خودشان میگن میگه از من نمی کار من درست است و گپ دیگه کسر نمیپذیره، ولی با کوچکترین آوردن فشار تا اندازه بعضا مشکلات حل میشه. همین فشار اگر تا اندازه فشار، منظور من از این نیست هیچ وقت کوشش نکنید که جنگ به که گپ به جنگ و دعوا بکشونید، همیشه به طور صلح‌آمیز، ولی یک راهی که بتونید که نجات پیدا بکنین و یا حداقل امیر پیدا بکنین که یک شوهر همه روز همه شب، یک شب هم نیست که حداقل یک شب دو شب سه شب یا هفته یک شب دو شب باشه، هر شب هر شب 12 تا 1 بجه شب در خانه نباشه، کارم معلوم نی، اگر از طرف روز کار میکنه شب حتما باید به خانه خود باشه، ولی باید این مسئله پیگیری شود و به نظر من بهترین کس هم پدر وکیلتان است که اینا رو بشانه، قضیه رو پرسان بکنه و اونا هم میفهمه که وقتی که پای پدر وکیل در مابین آمد مسئله تا اندازه جدی تر است، خانم تا اندازه جدی استاده است و امید به خداوند که این مسئله حل شود و اونا هم متوجه می رفتارهای زشت خود شوند. بله، تا ای که تماس خواهر مسائل جانب خانم، یک وقفه کوتاه می گیریم و بعدن بعد می گردیم. وقتتان خوش بانوی عزیز. و سایلا جان از ولایت هرات گفتن که من یک پسر دوستشون هو هم پسر کاکای پدرم بود، گفت خواستگاری هم روان کردن، پدرم قبول نکرد و مرا با یک کس دیگه نامزد ساخت و بعدا عرسی کردیم، آز زیاد جگرخونی میکنم در حال که بچه بسیار خوب است، من دوستش ندارم. یک موضوع هست فرزان جان که با تو جوانایی که مثلا یک کس را دوست میداشته باشن، خب یک موضوع است که انسان مصلحتی یک گپ بگویه که باید کارش نه باید فراموش بکوی کارش و کارش، یک موضوع اساسی است، هر انسان در دل خود یک داغ داره، هر کس یک بار مثلا یک کس عاشق شده یا کس را دوست داره، ولی این باید بالای زندگی انسان تو یک اثر منفی به جای نگذاره. مثلا حال اول این که خود انسان کوشش بکنه که یک کس را واقعیت‌های زندگی رو وقتی که انسان پیش روی خود بانه ببینه، باز امو واقعیت ها رو میپذیره، خود مغزم میپذیره، یعنی به این معنی نیست که من امون رو دوست داشتم باید که اونمو 100%، ولی در جنب ازی شاید که گفتن میگن که همین انسان بسیار خوب هم است، بله. انسان بسیار خوب هم است، من رو زیاد دوست هم داره، ولی من امون دوست ندارم، یکی مسئله که نمی که میگن که من امیر دوست ندارم دیگه، خیلی وقتی که بالای مغزتان حکم کردین که من امیر دوست ندارم، مغزتان پس در جوابتان برتان میده نفرته، کسی امیر خوش ندارم و همیشه در ذهنتان اون امور میپرونین که اونا هم عروسی کردن، خب فامیلتان بر از اونا شما نداد، گفت خورد هستین، هر چیزی که بود خب گذشت، حالا چی فکر میکنین؟ حالا ادامه دادن به این کار درست است؟ آیا این رای حل است؟ وقتی که آیا امی جفای بزرگی نیست که یک کس شما رو دوست داشته باشه و به این اندازه که خودتان رو اقرار میکنین ولی در مقابل شما بر از اون نفرت میتین، این یک جفای بزرگ است که همین عمل اونا در مقابل شما انجام دادن، ولی بر صورتش بعضن اوقات دکتر صاحبه امراض روانی هم میتونن که در این مورد، خب از اینا رو نمیگم، خب من تا یک اشاره برشان رسانم که میتونن کمک های در این زمینه بکنن، و خود وقتی که در حالت اپنوز مریض میبرن به خاطر فریکانس های مغز کم میکنن، در سطح الفا مریض بین خواب و بیداری میبرن و اوج تلقیناتی که لازم از برش میده که جای امیره دوستی به نفرت تبدیل کنن، بله. یا ای که امیر جانشین از این شوهرش بسازن، بله بله.
اینی یک کمک است که در حالتهای حاد بر مریضا میکنن. خب بر صورتش امیدوار هستم که گپ از این خوار به این گپا نکشه، ولی انسان خودش هم در بعض اوقات میتونه که خود هیپنوز بکنه و واقعیتهای زندگی رو بالای خود تلقین بکنه و بگه که من اینی کار درست نیست و ما باید که اول وقت میشه قلب فقط یک دروازه داره، یک نفر در جای میشه، کوشش بکنین که اول خانه سب کال 3-4 نفر جای میکنه بزور این فرزندان جای نداره دیگه، فقط یک کس است، یک از جای میشه اول خانه قلب باز کرده پاکاری کنین، بعدن بعد امو کسی که واقعا شما رو دوست داره او رو جای بتین و این کار ناممکن نیست. خب فراموشی را وقت شما بردان بگویم، فراموشی بعض اوقات تا اندازه ناممکن است. بله، ولی رشد دوست داشته باشه. بله، فراموشی تا اندازه زیاد مشکل است. به خاطر خود میموری مغز یک چیزی که یک بار جذب کرد و او را خوش کرد تا اندازه بسیار مشکل است که را بگیره. ولی دانشمندای ما گفته زیاد سرطان فشار نبیارین که یک چیز بتونین فراموش کنین، غیر که فراموش نمیشه زیاد هم میشه. بله. ما هم این مسئله رو میخواستم که زیاد تاکید که با سر یک مسئله کنین، چون با محبت داخل میشین. بله. یعنی هر اندازه که شما خواسته باشین که بوره کم بکنین با اون اندازه زیاد میشه. بله. ولی اگر بالایتان بقبولانین، اول چیزی که او را به خاطر شما می اول او را فراموش بکنین، چیزایی که اصلا از کدام توفیه داده برتان، چیزی که از اونم را از پیشتان کاملا دور بکنین و همیشه که فکر میکنین به این نامزدتان و گفتن عروسی هم کردن. بله عروسی کردن. بله گفت مرد بسیار خوب است. به خاطر از اینکه یک چیز به خاطر داشته باشین که ما شما مؤاخذه میشیم حتی در خیالات، ولو مرد باشه ولو زن باشه، این یک جفا است. اگر یک مرد در خیالات خود تا به کس دیگه فکر بکنه، جفای بزرگ است به حق و گناه بزرگ است به حق خانمش حتی در خیال. و اینم تو یک خانم هم اگر وقتی که در خیالش یک مرد بیگانه می باشه، یک مرد که حال خودش مالک کس دیگه هستن، ناموس کس دیگه هستن، پس به او خاطر ای هم یک گناه. این این موضوع رو در ذهنتان جای داده و اگر انسان خودش خواسته باشه باور بکنه که تمام این مشکلات انسان میتونه که کاملا سرش خط بطلان بکشه و یک زندگی خوش و آرام دیگر بر خود جور بکنه و یک زندگی خوش و آرام داشته باشه. بله دوستای عزیز، وقت برنامه شما هم تمام شد. ناگزیر هستیم به شما عزیزا خداحافظی بکنیم. دوست عزیز تا تقدیم برنامه آینده، تمام شما عزیزا رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. علی یار و نگهدار همه‌تان. وقت خوش، خدا نگهدار.